سرخط خبرها و مهمترین ها. بازداشت 149 پناهجوی افغان در ترکیه. تیم ملی کرکت فردا به مساف نیوزلند می رود. یک نوزاد 2 ماهه افغان در جریان عملیات تخلیه کابل ناپدید شده است. در پایان، راحله دوستم برگشت دوباره پدرش را به افغانستان تایید کرد. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یک زیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. پلیس ترکیه 149 پناهجوی افغان را در نزدیکی مرز ایران بازداشت کرده است. با گزارش رویترز، این پناهجویان دیروز جمعه 14 عقرب در عملیات پلیس در شهر بلیتس بازداشت شدند. ویدئویی که منتشر شده نشان می‌دهد که پلیس ترکیه پناهجویان افغان را از یک موتر لاری پایین می‌کند. پناهجویان افغان به مقصد کشورهای اروپایی از ایران وارد ترکیه می‌شوند. ترکیه تدابیر امنیتی در مرز با ایران را تجدید کرده تا مانع ورود پناهجویان به اروپا شود. با سقوط دولت و تسلط طالبان، موجی از مهاجرت از کشور آغاز شده که مقصد اکثر مهاجران ایران و پاکستان است، در حالی که مرزهای این کشورها بسته است. پناهجویان افغان به صورت غیر قانونی خودشان را به این دو کشور همسایه می رسانند که در شمار از موارد متحمل مشقتهای رقنگیز مانند بازداشت، شکنجه، تحقیر، لتوکوب و حتی مرگ می شوند. تیم ملی کرکت فردا به مساف نیوزلند می رود. تیم ملی کرکت در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 آوره فردا یک شنبه به مساف نیوزلند می رود. این بازی برای هر دو تیم سرنوشت ساز است، زیرا برنده آن به بازی‌های نیمه نهایی راه می‌یابد. افغانستان تا این جای کار 2 برد و 2 شکست را در مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره تجربه کرده است. با این حال، اگر افغانستان نتواند در بازی بعدیش در برابر نیوزلند پیروز شود، از راه یافتن به دور نیمه نهایی مسابقات باز خواهد ماند. یک نوزاد 2 ماهه افغان در جریان عملیات تخلیه کابل ناپدید شد. یک زوج افغان که در جریان عملیات تخلیه امریکا از کابل کودک 2 ماهه خود را به یک سرباز امریکایی تحویل دادند، میگویند تا کنون کودکشان را نیافتند. میرزا علی و خانمش به خبرگزاری رویترز گفته است که در ازدحام دروازه میدان هوایی یک سرباز امریکایی از آنان خواست که سهیل 2 ماهه را به او تحویل دهند که در ازدحام آسیب نبیند، اما وقت وارد میدان هوایی شدند سهیل را نیافتند. میرزا علی گفته است که پس از تحویل کودک خود به سرباز امریکایی توسط طالبان از نزدیکی دروازه عقب رانده شد و با تأخیر وارد میدان گردید. میرزا علی که 10 سال به حیث محافظ سفارت امریکا در کابل کار کرده گفته است که یک کارمند غیر نظامی میدان هوایی برایش گفته که ممکن است سهیل به خارج فرستاده شده باشد. در این زمینه یک مقام امریکایی گفت به شمول پایگاه های نظامی امریکا تمام تأسیسات ایالات متحده در بیرون از این کشور در جریان این قضیه قرار گرفتند. و ای گفته است این کودک برای آخرین بار زمانی دیده شد که در جریان حرج و مرج در میدان هوایی کابل به یک نظامی امریکایی تسلیم داده شد، با تأسف که هیچ کس او را پیدا کرده نمیتواند. میرزا علی میگوید از زمانی که پسرش ناپدید شده زندگی برایش تلخ شده است. او میافزاید هر کس وعده میدهد که تلاش کامل به خرج خواهد داد، ولی این فقط وعده میباشد. او و خانمش و دیگر فرزندانشان که 17 و 9 و 6 و 3 سال عمر دارند در یک هواپیمای تخلیه نخست به قطر، سپس آلمان و سرانجام به یک پایگاه نظامی امریکایی در ایالت تگزاس منتقل شدند. خانواده های دیگر نیز در جریان عملیات تخلیه کودکانشان را به سربازان امریکایی سپردند. عکس یک نوزاد که از سر سیم خاردار به یک سرباز امریکایی تحویل داده می شود در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شده بود. گفته می شود این کودک با خانوادهش یک جا شده است. عملیات تخلیه امریکا کابل به دنبال سقوط دولت به دست طالبان در 15 اگست آغاز شد و با خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان پایان یافت. این عملیات در کنار حرج و مرج هدف یک حمله داعش نیز قرار گرفت که در نتیجه آن 10 غیر نظامی افغان و 13 نظامی امریکایی کشته شد. راحله دوستان،
برگشت دوباره پدرش را در افغانستان تایید کرد. با نقل از تویتر راحل دوستم، بزودی سکوت را میشکند و حرف میزند. حرف دوستم را همه میدانند که تولد تحول است و آغاز انقلاب ها و تاریخ را رقم خواهد زد. او هر لحظه برای افغانستان فکر میکند و قلبش برای مردم که لحظه شماری دارند میتپد. رویدادهای مهم جهان: ورود استقلال طلبان تایوان به قلمرو چین ممنوع می شود. مقام های چین هشدار می دهد که ورود طرفداران استقلال تایوان به تمام سرزمین های چین از جمله هنگ کنگ و ماکائو را ممنوع خواهد کرد. توشوفگیلیان، سخنگوی دفتر امور تایوان در دولت چین، گفته است که بر اساس قانون تحریم های علیه تمام کسانی که استقلال تایوان را تایید می کنند اعمال خواهد شد. او افزوده که چین مانع از ورود آنها و افراد خانواده هایشان به سرزمین اصلی و مناطق هنگ کنگ و ماکائو خواهد شد. این مقام چینی ادامه داد: لست از اسم کسانی که حامی استقلال تایوان بوده را ایجاد خواهیم کرد و این افراد از هر گونه همکاری با سازمانها و افراد در چین منع خواهند شد. طی ماه‌های اخیر امریکا با همراهی کانادا، بریتانیا و فرانسه و ژاپن بارها در حمایت از تایوان موضع‌گیری کرده و برخی از این کشورها به رغم هشدارهای چین اقدام به گزدنی در تنگه تایوان کردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم طی روزهای اخیر بارها درباره تایوان اظهار نظر کرده و به چین درباره تجاوز احتمالی اتهام زده است. این اظهار نظرها و ادعا در شرایط مطرح شده که پکن تایوان را بخشی از سرزمین چین می داند و تحرکات امریکا از قبیل فروش سلاح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست چین واحد ارزیابی می کند. نمایندگان جمهوری خواه کنگره امریکا خواستار توقف مذاکرات اتمی با ایران شدند. تعداد از نمایندگان جمهوری خواه کنگره با ارسال نامه به کاخ صفه درخواست توقف مذاکرات امریکا با ایران در پی حمله هوایی به پایگاه امریکایی در سوریه شدند. مقامات ایالات متحده میگویند ایران پشت حمله پهپادی هفته گذشته به پایگاه تنف در جنوب سوریه که نیروهای امریکایی در آن مستقر هستند بوده است. 17 قانونگذار جمهوری خواه امریکا به رهبری بریان استیل نامه به کاخ سفید درباره خروج از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را امضا کردند. مقامات ایالات متحده: ایران مسئول حمله پهپادی اخیر به پایگاه نیروهای امریکایی در سوریه می باشد. دوستان عزیز، از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.